بیننده‌های عزیز شو آر ویو، خوش آمدید به یکی دیگر از سری برنامه‌های آر ویو. سوزی خاتمی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه، که با شما خواهیم بود برای مدت 50 دقیقه آینده با مهمانانی که لطف کردند و دعوت برنامه رو پذیرفتن، که در مورد مسائل بسیار جالبی که مرتبط هست به جامعه ایرانی آمریکایی با ما و شما به صحبت بپردازن. در ضمن یادآور میشم در آغاز برنامه که محبت کنید مثل همیشه که یار و یاور برنامه های آر ویو هستید و به من لطف خاصی دارید، برنامه ها رو از طریق سوشال میدیا، چنل یوتیوب سوزی خاتمی با هم شیر کنید، لایک کنید که بیشتر عزیزان از برنامه ها و مهمانان عزیز بتونن نهایت استفاده ببرن و به هر حال ما بتونیم از این طریق برنامه ها رو بیشتر به گوش دوستان عزیز علاقمند برسونیم. و ما مهمانانی که امروز در برنامه دعوت کردیم، آقای فرد پروانه هستند به همراه دوست عزیزی که لطف کردن دعوت کردن، دکتر ایمان صدری. از هر دوشون ممنون هستم، از فرد عزیزم که با نامش آشنا هستید. آقای فرد پروانه بسیار کارهای سوشال میدیا رو در لس آنجلس و در آمریکا و همچنین باید بگم در دنیا انجام میدن، چون دیگه سوشال میدیا دنیا رو کوچیک کرده، همه به هم دسترسی داریم. فرد چند سالی هست که از بک ایست به لس آنجلس آمده، به کالیفرنیای جنوبی اینجا حضور داره و با کیهان کار میکنه، کیهان لندن. و ما بسیار خوشحال هستیم از این آشنایی که با ایشون پیدا کردیم و از اینی که به من افتخار میدن هر چند وقت یک بار در برنامه‌های آر ویو حضور دارن، که با مهمانانی هم که لطف میکنن به برنامه دعوت میکنن بتونیم در خدمتتون باشیم و معرف حضور شما باشیم این مهمانانی رو که کارهای مختلفی در رابطه با جامعه ایرانی آمریکایی انجام میدن. First of all, I'd like to welcome both of you to the show. Fred, thank you for being here. خیلی ممنون سوزی جان، لطف کردی که ما رو دعوت کردی. مرسی از شما که لطف دارین به برنامه‌ها و همیشه از طریق کارهای بسیار خوبی که در جامعه ایرانی آمریکایی انجام میدین، سوشال میدیا کار شما هست و همه رو با هم مرتبط میکنین، منم شامل لطف شما هستم و همیشه کارهای من رو هم در نظر دارید و لطف به برنامه ها دارید. مرسی. مرسی، خیلی ممنون. و اما بریم سراغ مهمان عزیزمون که همه با اسمش آشنایی دارن، ایمان صدری، که واقعا گوی سبقت رو از همه ما ربوده به قول ایرانی ها و خیلی هم ساکت نشسته. هیز وری هامبل، ولی در هر حال در جامعه آمریکایی بسیار قشنگ درخشیده در رابطه با هنرمندای ایرانی آمریکایی، هالیوودی، همچنین هنرمندان هالیوودی، ستاره‌های معروف هالیوود، من جمله یکی از فیوریت های من جورج کلونی، نمیدونم چرا منو یاد رفتم به خودت ببری ایمان جان، در حال کارهای متفاوتی میکنه، یک برنامه فوق‌العاده زیبا رو هم در دست تهیه داره که دوست دارم به برنامه‌هاش، صحبت‌هاش امروز گوش بکنید که شما هم بتونید در این برنامه حضور به هم برسونید. ایمان جان خیلی خوش آمدی به برنامه. مرسی از دعوت سوزی جان و فرد جان، واقعا لطف کردی ما رو دعوت کردی و واقعا it's an honor to be here به قول معروف. Thank you. خب be honored to be sitting next to Fred and oh my goodness, thank you again for the invitation. مرسی از شما. من خیلی برام جالب هست، first of all من این یادآور بیننده های خوبمون باشم که میدونید ما برنامه هایی که انجام میدیم معمولا با مهمانانی که دعوت میکنیم، مهمانان ما یا به هر حال اینجا متولد شدن، بزرگ شدن، یا به هر حال از سنین کوچکی اینجا آمدن، بنابراین زبان انگلیسی براشون به خصوص وقتی در مورد کار و حرفشون میخوان صحبت کنن راحت تر است. مطمئنم که با این مهم همتون آشنا هستید و همیشه ما صحبتمون قبل از برنامه راجع به این هست که به چه زبانی در این برنامه باید صحبت کنیم. از اونجایی که من دوست دارم مثل همه ما ایرانی ها مهماندار خوبی باشم، تا اونجایی که امکان داره دوست دارم اینو در اختیار مهمونامون بذارم، راحت بگذارمشون که در حقیقت وقتی اومدن اینجا احساس راحتی بکنن و خوشحال باشن که در اینجا حضور به هم رسوندن و تونستن مطلبی رو که به خاطرش اومدن با شما در میون بگذارن. به نظر من اون خیلی حائز اهمیته، اینی که به چه زبونی صحبت کنن، هر زبونی که راحت هستن. حالا از اونجایی که ایمان جان یک ساله بوده که به آمریکا آمده، خب obviously زبان انگلیسی براش راحت تره. فرد پروانه هم حتی وقتی ایران بوده، چون ایران زمین میرفته اونجا همه زبان انگلیسی صحبت میکردن، در نتیجه به قول خودش انگلیسیش راحت تر از فارسیشه. منم که دیگه با هم آشنا هستین، حالا یکم فارسی یکم انگلیسی سعی میکنم برنامه ها رو بکشونم، ولی در هر حال امروز فینگلیش میخوایم حرف بزنیم، هر جوری که راحتن فارسی انگلیسی. ایمان جان feel free, comfortable، هر جوری که دوست داری صحبت کن، فقط بگو که آقای دکتر صدری که دنتیست هستن، cosmetic dentistry، و اینقدر هم در کار دنتیستریشون، دندون پزشکیشون وارد هستن و علاقه مند، چی شد که حالا شدن بلاگر و راجع به رد کارپت و با هنرپیشه های آمریکایی و what happened؟
خب اینا من قبلش بین کالج و دنتال سکول من یه دوران کوچیکی تو کار روزنامه بودم، بعد این تو ساکرامنتو به خصوص، بعد تو همش تو دانشگاه روزنامه کار تهیه میکردیم، یه رایتر بودیم و بعد این اندستری دیدیم داشت یه ذره فلکس میشد، بعد همین مید 2000 بود دیگه، بعد دیگه تصمیم گرفتم که چند تا از منتورم که داشتم گفتن این اندستری مانتیزیشنش یه ذره مشکله و این حرفا، گفتیم خب من دیدم چه تالنت های دیگه دارم، همش من دستم خوب کار میکردم، برادر بزرگم هم دنتیست بود، منتور خوبی بوده، ولی منم سیم کشی داشتم و خیلی وقت تو دنتال آفیس کار میکردم همش always seemed fun so من ولی in addition to that I always همش کارهای رایتینگ میکردم یعنی on the side، و دیگه دیدم که بعد از این دوره کوچیک تو روزنامه رفتم دنتال سکول، ولی تو دنتال سکول همش من مینوشتیم و رایتینگ میکردیم و برای روزنامه NYU رایتر بودم، و بعد دیگه اومدم بیرون از دنتال سکول دیگه این رایتینگ رو بخواستم یه فرمی باشه که ادامه بدم، بعد این بلاگ Persian Observer رو شروع کردم که outlet-ی هست، ولی من هنوزم I do a lot of writing برای مجله‌های برای دنتیست ها اینا، so ولی فوره این که تو هالیوود رفت اونم یه نیچه که خیلی علاقه دارم. خب خیلی بر من جالبه نفرت کارهایی که انجام میده. خب اینم یه خوبی داره که آدم واقعا علاقه به کارهای مختلف داشته باشه، برای که otherwise life would be boring I think که آدم فقط بخواد یک دیمنشن کار کنه. اینی که شما اینقدر تالنتد هستین که نه تنها که دنتیست خوبی هستی، ولی میتونی اینقدر کارهای متفاوت به خصوص کارهای نوشتاری. You are a great writer. Yeah, he is. من که اومدم لس آنجلس من اصلا نمیدونستم ایمان دندون پزشکه. فقط این بلاگ Persian Observer میدیدم و همیشه خیلی خوشم میومد اینو بخونم، برای اینکه یه راهی بود واسه من که هم ایرانی باشم هم با جامعه هالیوود آشنا بشم، و بعد که شروع کردم ایمان رو فالو کردم فهمیدم که این دندون پزشکم هست و خیلی واسم بود، you know it was really surprising. شما how do you find time to do both? I mean you have to manage your time really well. Yeah, well what's interesting is I mean I do dentistry 60 hours a week believe it or not, but I mean you know what appears on social media people think that it's the majority of what you're doing, but really it's just a snapshot of your schedule. So that's you know, all I'm doing. Right. It's still time consuming. No, but like, you know, if I'll post like maybe 3 or 4 things a month, like on my own personal account, like these Hollywood events, people think that you're doing that all the time, but really it's only 4 or 5 every maybe 6 weeks of a particular event, something like that, maybe once every 10 days. But the reality is, yeah, I work and then, you know, I feel like there's a lot of time that's wasted. I feel like people have time that, you know, they'll end up watching 6 hours of TV, 8 hours of TV. My brother told me about a book. He said that it's not that life is short. It's that people waste too much time. Right? And so when I realized after work, I'd be coming home watching TV, I said, let me, you know, parlay that extra hours into writing, like or blogging or just stuff like that. So whatever other outlets people have hobbies, this is, I guess. Well, I really think it's a lot to do with time management. اگر که آدم یاد بگیره وقتشو چجوری قسمت بندی به شکل درست انجام بده، برای همه کاری میتونه وقت بذاره. و اونم خودش باز یه تالنتی میخواد، همه ندارن. بعضیا فقط یه کار 9 to 5 هم که انجام میدن همیشه وقت کم دارن. یه نفرم مثل شما هفته 60 ساعت کار دنتیستریشو میکنه، بازم وقت داره بلاگ بنویسه، بازم وقت داره اینقدر کارهای متفاوت و اینقدر به هر حال پلن‌های متعددی بریزه با برنامه‌ریزی‌های قشنگی که الان در مورد چند تا که در گذشته انجام داده ایمان صدری می‌خوایم باهاتون صحبت کنیم، ضمن کاری که به دلیل اون اصلا بهانه‌ای بوده که در این برنامه حضور داشته باشه، ایرانیان هریتیج نایت می‌خوایم با هم صحبت کنیم، به خصوص اگر علاقمند به بازی و ورزش بسکتبال هستید که من خودم خیلی علاقه مند هستم، مطمئنم خیلی از شما هم همینطور. در مورد اون هم ایمان صدری عزیز میخواد برامون صحبت کنه و ازش سوال خواهم کرد، ولی دوست دارم پله پله بیایم جلو که یه مقدار با گذشته ایمان صدری، کارهایی که به عنوان یه بلاگر کسی که علاقه مند به مسائل مختلف هالیوودی و غیره هست برامون بگه، تا بعد برسونیم بهتون به جایی که حالا داره برای برنامه NBA برامون یه آش خوشمزه پخته. خب
ایمان جان بگو که اصلا چی شد که شما خب علاقمند به نوشتن بودی، توی جورنال های مدرسه و غیره می نوشتی، بعد چی شد که شما علاقمند شدی به قسمت هالیوودی و بری با هنرپیشه‌های هالیوودی؟ یک، دو، این که how difficult or how easy was it for them to approve you and accept you؟ این جالبه. من این کارو شروع کردم برای اینکه من خیلی وقت پیش دیدم که you know there's Iranians in Hollywood that nobody's talking about. و دیدم که یه فورمی نیست که راجبه این ایرانی. I'm talking about myself like 20 years ago. حسین امینی who I remember in the Oscars nominated شده بود in the 90s for best adapted screenplay. And I'm like, this is an Iranian guy and there's no Iranian newspaper writing about this guy, mentioning his name. بعد چیزی که دیده بودم که یواش یواش خیلی ایرانی behind the scenes دیده بودم، یکی فرهاد صفینیا که he co-wrote Apocalypto با Mel Gibson. گفتم how come nobody's mentioning these people؟ یه ذره frustrating بود از این بابت که دیدم خیلی ایرانی ها تو هالیوود بودن که من میخواستم یه outlet شروع بکنم که اینا رو profile کردن. یک دوباره من it's a link for me to kind of continue the heritage of Iranians, which I'm very passionate about the history, I'm very passionate about the culture, I'm very passionate about Iran in the 60s and 70s. You know, I see these photos of, you know, right. political views aside, the glory days of how the economy was over there. And so I feel like... واقعا هم بهترین سالها بود. بله. اون دهه ها. و این ایرانی ها که تو کار هالیوود هستن، من فکر میکنم یه برانچ رپرزنتیشن خوب ایرانی هستن که آدم میتونه عوض کنه پابلیک پرسپشن که آمریکایی چجوری ایرانی ها رو ویو میکنن. و گفتم بابا همه ایرانی ها که میدیا نشون میدن is different than what you see. There's a lot of these people behind the scene, not even in you know health field, but outside of health field, the entertainment business, that I feel like deserve some attention. And one thing that really triggered it was, man, I was watching Game of Thrones 10 years ago, the guy who does the music for Game of Thrones is Iranian, exactly. Ramin Djawadi, and I'm like, okay, so, you know. it's time to do something yeah, about so, it. And then the second part of your question, you know, I started writing for other Iranian websites. One or two of them, they closed. One of them changed to like a more of a political landscape. But and then I was able to, through their websites, well, through my emails, get press credentials to different events. Event I kuchik, even movie studio, I said Lionsgate, email kadam, you know, goftan, because some Iranian guy was doing the music for it. Bad, goftan, okay, no problem, why don't you come on out for like a movie premiere. So it's pretty easy actually, especially now, but if there's a small studio that's distributing a film, it's actually not that hard to get press credentials, believe it or not. Yes. Well, because من خودم چون تو برنامه‌های Live from Hollywood هم بودم از سال‌های سال پیش، در واقع سال 2000 که goes back to many years ago. It was 19 years ago. باورم نمیشه 19 سال گذشت. ولی بله. خب منم یادم هست که خیلی راحت نبود. impossible هم obviously نبود، هیچ چیزی غیر ممکن نیست اگه آدم واقعا علاقه داشته باشه دنبالش بره، ولی به هر حال برای شروع هم خیلی راحت نبود. من یادم هست اون سالهای اول یه مقداری سوال میپرسن، منتها خب من چون برای میدیای کار میکردم که شناخته شده بود that obviously helped، ولی خب پشت کار خودم هم بود برای اینکه همه کارا رو خودم باید انجام میدادم، برای اینکه ما دیگه مثلا CNN که نبودیم که برن بر من یه کارهایی رو انجام بدن منو بفرستن، من خودم باید از A to Z رو انجام میدادم. ولی خب به هر حال اون میدیا هم از بکاپ پشتم بود و من تونستم به قول شما که میگین این کار رو من هم انجام بدم به اون شکل روی رادیو، برای اینکه خب اون موقع هنوز میدیا و سوشال میدیا به این شکل و به این فعالیت نرسیده بود، اصلا شروعی نداشت اون زمان. ولی برام جالب بود که شما چون خب بالاخره اینجا بزرگ شدی و اینا، اولا چی شد که به جامعه ایرانی آمریکایی اینقدر علاقه‌مند شدی؟ چون خب بچه‌هایی که اینجا دنیا میان یه جورایی بیشتر آمریکایی‌ان تا ایرانی، ولی خب اونم باز بستگی داره که تو خانواده‌شون چه جوری بزرگ شدن. اگه مادر پدر هر دو ایرانی باشن که در کیس شما همینطوره، اون خودش به نظر من کمک می‌کنه، رایت؟ که شما یه مقدار ایرانی بودنتون رو نگه دارید. ولی ایرانیایی که با غیر ایرانی مزدوج میشن و بچه‌ها به قول ایرانی‌ها دورگه میشن، اینا یه مقدار سخت‌تره. اکزکتلی. اینا یه مقدار سخت‌تره که بتونن اون برنامه‌های ایرانی بودنشون رو به نوعی 100% نگه دارن. رایت؟ خب حالا شما بعدن که شروع کردین بلاگ نوشتن ایمان جان، بعد راجع به مسائل مختلفی این بلاگاتو بیشتر روش تمرکز داشتی. What happened که اونا رو چوز کردی؟ انتخاب کردی؟ بیشتر من اول همه شروع کرده بودم که این ایرانی‌ها تو هالیوود رو پروفایل کردن و من شروع کردم اینا مثل اینترویو کردن و ببینم که اگر اینا جواب میدن بعد
از اینکه مثلا نسیم پدراد باش آشنا شدم یه ذره که این تو ساتردی نایت لایو بود تونستم من یه رابطه داشته باشم و اونم اتفاقا مال اروین هست و اونجا بزرگ شدم مثل بابا اینا شدم میشناسیم ولی اون was one of the she was one of the first kind of contacts I had که گفتم you know again nobody doing any interviews with these people and she's on Saturday Night Live and it's a big deal and I just kind of wanted to get it out there so that was one avenue ولی من هنوزم رویم بلاگم I'll do like dental wellness articles or article or nice. Sort of dental health or inches of a I kind of mix it up, ali mostly profiling Iranians in Hollywood or just kind of entertainment. Uh-huh. And also they get who's the other cultural fun artists. Interview you've done with for the Persian Observer? That's a good question. You'd have to be the answer. Fred's right at the top of the list, but in addition to Fred, I think Sean Toop, I would have to say. Oh, yes. Sean Toop. Yeah. Is you know, I'm a big admirer of his work, and you know, he's a very humble guy. I mean, he's been Iron Man and Kite Runner and Crash, and which won the best Oscar. And he was actually pretty cool. یکی از آن عبیشا بازیگرای بسیار خوب ما در لس آنجلس شان توپ هست که دارن راجبش صحبت میکنن. بله خوب. و خیلی هم هستم. مثلا پس از امیر طلایی باش یو نو تازگی آشنا شدم. اون اتفاقا از همه ایرانی‌های دیگه این بیشتر از همه فعالیت کرده. این he's been in over چه زمینه‌ای؟ He's been in over 200 commercials. He's been in over like 60 films if I'm not mistaken. Wow, fantastic. No, actually 40 films and over like 60 episodes of television. And wow. He's like not even he's like 39 years old. 40 in his early 40s, actually. Wow. So he's yeah, he's in a bunch of stuff. He's in a lot of commercials, but Iranian guy. I mean, nice. Iranian guy could very... Mashallah, Iranian همه جا هستن. Hollywood, commercials, تبلیغات, everywhere. ولی یادت باشه, یه زمانی بود تا چندین سال پیش, چون همه چیز عوض داره میشه. For the better, thank God. ولی یه زمانی بود که اگه بچه های ایرانی, اگر که نه, واقعا, بچه های ایرانی که در کارهای به خصوص Hollywood Entertainment حضور داشتن, خیلی هم لزوماً دلشون نمیخواست تکیه کنن به این مسئله که ایرانی هن. به دلیلی که اگه میگفتن یه مقداری براشون مشکلات پیش میومد و حقم داشتن شاید الان خیلی راحت‌تر اینو میگن برای همینم هم خیلی راحت‌تر با میدیای ایرانی میشینن به صحبت کردن ولی زمانی که خیلی دلشون نمیخواست بگن ما ایرانی هستیم و راجع به این موضوع خیلی تمرکز نداشتن نسسرلی خب دوستم نداشتن که اصلا بیان با میدیای ایرانی صحبت کنن چون نمیخواستن خیلی روی این موضوع تکیه بکنن و آدم میتونه اینو متوجه بشه به خاطر به هر حال سیاست و پالیتیکسی که وجود داره در هالیوود هنوزم داره البته ولی خب خیلی بهتر شده البته این در مورد ایرانی ها فقط نیست در هالیوود میدونیم روی اثنیسیتی ها بک‌گراند های مختلف مثل هیسپانیک ها سیاه ها همیشه بوده هست خانم ها ولی خب الان رفته رفته تو دهه گذشته خب خیلی بهتر شده حضور خانم ها بیشتر هست در هالیوود حضور اتنیسیتی های مختلف مثل هسپانیک ها که خب بالاخره جمعیت بالایی رو درصد بالایی رو در اینجا تشکیل میدن بیشتر ازشون استفاده میشه سیاه ها البته اگه از خودشون بپرسین هنوز معتقدن که کم تعدادشون خب در مقایسه هم شاید درست میگن ولی خب ایرانی ها هم به همچنین ایرانی ها هم خیلی بیشتر شدن و این باعث شده که الان ایرانی هایی که در زمینه های هالیوود یا اینترتینمنت های به این چنینی این اینداستری کار میکنن راحت تر باشن که حالا بیان مثلا تو برنامه من حضور پیدا کنن شما راجبشون بلاگ بنویسین فرد حرفی راجبشون بزنه چون دیگه خوشحالن از اینکه ایرانی هستن در حالی که در گذشته یه ذره راجبش مسئله داشتن همچنین یه مقداری ما تو گری ایریا بودیم من آنستلی دارم حرف میزنم برای که تو این برنامه ما قرار نظراتمون رو به طور آنست و حقیقت بگیم yeah. Tell us about it. نه من نیویورک بودم واسه تقریبا 20 خورده سال ولی خیلی تو جماعت ایرانی به اون صورت رابطه نداشتم اما حالا که اومدم لس آنجلس و میبینم هر روز داره عوض میشه و واسه من خیلی جالب و چیز خوبیه که این اتفاق افتاده Yeah, it's a great change. یه تغییر خیلی خوبیه که واقعا هم لازم بود این تغییر پیش بیاد. ولی این نوع تغییرات خیلی زمان میبره و خیلی هم صبر و تحمل میخواد. ولی به هر حال پیش اومده. البته خیلی هم زحمت روش کشیدن. هیچ کاری هم بی زحمت انجام پذیر نیست. انقدر مردم روش زحمت کشیدن تا تونستن حقشون رو بگیرن. حق همیشه میگن گرفتنیه دادنی نیست. و این حق رو داریم میگیریم و الان هم میبینیم همینطور که ایمان به قشنگی و درستی واقعا داره اشاره میکنه تعداد افرادی که در هالیوود حالا ما میگیم هالیوود برای که
پشن ایمان هست که در موردش داره صحبت میکنه و کار روش داره میکنه، بلاگ مینویسه، مصاحبه کرده، یا خود من همینجور. میبینیم نه تنها که اون افرادی رو که ما میشناسیم روی صحنه های تیوی و سینما هستن، پشت سر چقدر دارن کار میکنن، که از گریمور گرفته، میکاپ آرتیست گرفته، موزیسین ها هستن، صدا بردارا هستن. من چند تاشون رو موقعی که تو لایف فرام هالیوود بودم که برنده شدن، اتفاقا اومد بودن تو برنامه من، اونجا که برنده شدن زنگ زدن که ما، چون من به شوخی وقتی می اومدن تو شو ایمان جان بهشون گفتم خب حالا ان شاء الله سال دیگه شما انتخاب میشید به خاطر خیر، و واقعا یکی دو دفعه شدن. حالا من البته همینجوری میگفتم به عنوان گود لاک، ولی وقتی اینا شدن از همونجا به من تکست میکردن که شما گفتین و شد، و من گفتم ببین من یه چیزی میگم آخه میشه واقعا، ولی نه حالا از شوخی گذشته واقعا الان یه خانم دختر ایرانی دیگه کارگردان شورت مووی انتخاب شد همین برای اسکار همین امسال. خب اینا واقعا همه باعث افتخار هستن که انتخاب میشن. حالا نمیدونم میخوای وقت باش برای ایشون هم یه بلاگی بنویسی و باش حرف بزنی؟ رایکا yes. اونم باش باش کانتکت بکنم. اونم آره اون فیلمش هم اتفاق ندیدم هنوز. منم فیلمش رو ندیدم ولی خودش خیلی متعجب شده بود که به خاطر به خصوص سوژه مطرح فیلم خیلی براش جالب بود که من شوکم که این فیلم با این سوژه انتخاب شده. خب why not؟ اگه سوژه‌تون مورد توجه یه سوژه جالبیه چرا که نه. میگم اون مشکلاتی هم که در گذشته واقعا در هالیوود بود خب هی کم و کمتر و کم رنگ‌تر داره میشه. حالا بریم سراغ کارهای دیگه فرد اگه موافقی با ایمان، راجب بلاگ های دیگه که می نویسی و سوژه های دیگه، حالا از هالیوود بیام یه بر دیگه شما راجب من بیشتر دیگه بلاگ ها که می نویسم are related to dental wellness. من دلیل دیگه هم که دنتستری انتخاب کردم این زیر امبرلای خیلی چیزهای متفاوت هست، از oral cancer research تا cosmetic تا teeth whitening تا dry mouth, all kinds of mini subjects within the scope of it. I've been doing a lot of research on the link between taste buds and memory cells related to the hypothalamus, which controls hunger. And there's some research that says you can actually control cravings with, you know, kind of manipulating how taste buds are in the back of your mouth. It's actually something in Europe, kind of, they're doing development on that. And there's actually a lot of research with, you know, people who have anemia, who chew ice, and just patients that you see coming in, and but there's not too much content on it. So these are چیزای مختلف هست که منوش کار میکنم. میام خیلی سوژه هست که آدم منو باید ریسرچ بکنه و این هرچی اطلاعات بتونم بگیرم. من دنتیستای متفاوت ها باشون انترویو میکنم و یه چیزی که دیگه میکنم این دنتیستای هستن که بعدشون خیلی مشهور هستن مثلا که یکی دو سه جنریشن کار میکنن اینم با اینم. I have an interview series called Interview with a Dental Icon, which I do for a separate dental publication. And so that's a pretty fun thing I get to do as well. مثلا I get to meet these prominent dentists who have been, you know, they're not household names. بیشتر تو سادن کالیفرنیا یا anywhere؟ همه جای مثلا امریکا. It's going globally too. مثلا I go to different dental conferences. جالب. اینا رو میت میکنم. You know, in the dental world, they're prominent. Any influential people. So, you know, I don't mean to embarrass you, but I read on your profile that when you were growing up, you never smiled. Right. And because you had braces apparently late in life. Right. Cosmetic surgery can be life changing. Yeah. If you want to just elaborate on that, maybe a little bit. Good point. Yeah. And I mean, that's actually one thing that triggered going into dental school for me, one of the main reasons. I mean, I had a really cool orthodontist. When I was in Sacramento getting my braces. And I got braces later on in life. You know, when you're hiding a smile in high school or even before that because you're embarrassed of crooked teeth and you end up getting orthodontic treatment, you know, are able to really kind of change your own I don't want to say personality, but you kind of go from hiding who you are in terms of at least smiling, or if you're, you know, in a joyous state, but you're hiding your smile. That's actually very influential because it's something that is very transformative. And then I actually decided not to become an orthodontist because I realized it takes so long to get braces. But and that's what's cool about, you know, porcelain with cosmetic dentistry. Right. I mean, you literally just barely shave off a little bit off the front of the tooth and you're able to slap on six veneers and it's fix really it without transformative. A quick fix, rather. Yeah, and actually one of the things I do now, and people don't really associate it with cosmetic dentistry, but I feel like it's the most cosmetic in any form of dentistry, is
have a lot of patients who come in with, you know, broken teeth, and we get them immediate dentures, and literally going from no teeth or broken teeth to a nice smile, you know, and ultimately later on, hopefully you get them 6-unit bridge or something that's fixed. But that in a lot of ways, is the most life-changing, because those are people who feel like they haven't deserved a smile, and there's a lot of things that we need to do. And I'm sure psychologically it's very important impact on people. برای اینکه بالاخره همینی که آدم بتونه به قول معروف سمایل قشنگی داشته باشه و بخنده، خب خیلی روی فکر آدم، روی رفتار آدم، از جهت روانکاوی هم من فکر می‌کنم خیلی مؤثره در افراد. درسته؟ حتما، بله. خب حالا این بلاگی که راجع به سمایل، این من یکی قبل از کتاب بچه‌ها اونم بهش سریع نگاهی داشته باشیم. We're talking about smile. One thing I actually also created is this little online magazine, and it's going to be in print in about a month and a half. It's called LA Smile Magazine, where I realize there's no content that actually features, again, high profile people with nice smiles. And there's a lot of people with nice smiles, you know. And I actually just did a photo shoot with this relatively well known singer named Charisse Mills recently. She's singing with us about French Montana, and she has a rapper. Anyways, India smile خیلی قشنگی داشت. بعد یکی دو تا عکس ازش دیدم، گفتم بابا این باید توی کاور مجله فقط با اسمایلش باشه. بعد دیدم که واقعا مثلا از بالا است گرفته تا جنیفر لوپز، مثلا نگار زادگان، یا you know, a lot of even these Iranians who have really nice smiles. I feel like a magazine should be centered just for really people with smiles, and that they kind of have dental products advertising on there. So that's kind of what I'm working on. It's called LA Smile Magazine. So beautiful. That's something we got going on. You're also working on a book, I understand. Yeah, yes. Yes. Yeah. You want to tell our audience what the title is? I think the title is great. Yeah, so it's called Faramush, the story of the forgetful mouse. Yes, Faramush. Yani ye double meaning barash gozoshte. Ham faramush e ham dar haqiqat mushiye ke. Khob begu. You know, it's cute. You know, I've edited it, and it's finally any vagan. It's been an Amazon back and forth, and it's being published this month actually. So it's a story. I've been working a long time. It was very long. I had animation. I cut it out. But you know, to get Dastanish Rajavia Mushia, he has amnesia. I could go into the story, but it's long story short. پس موشام میگیرن امنیشه اتفاقا نو اتفاقا I mean they can actually concussion they well a lot of it's fiction زده تو سر امنیشه گرفته موشه اتفاقا داستانش is long but it's really quick snippet in Faramush is a mouse and he actually gets amnesia because he's actually born on the day of the great quake in Bam. به زلزله بام ربط داره. بله بله actually takes place in Bam. موشه یزدیه. بله تو کرمان پروفیس. درست میگم کرمانی. کرمانی. بعد میبینه که he has to run in a maze. I don't want to give a story away, but ultimately he has amnesia. He can't win. If he wins the maze, he's going to win cheese for a couple years. And he has hunger issues because he's an orphan. And long story short, he's able to learn from a blind mouse that one actually ran in a maze and actually finished with a high score, how he can actually overcome his amnesia. He realizes that a blind mouse can actually do something that, you know, he can do because he has amnesia and he can overcome. So it's when the book comes out. پس یه موش نابینا به یه موشی که فراموشی داره کمک می‌کنه. بله بله. That's the داستان, ها؟ خودت همه رو نوشتی؟ بله بله. My goodness. How many pages? It's going to be like 120 pages. برای بچه‌هاست. بله بله بچه‌ها. بزرگام دیو. بزرگام میتونه بخونه. It's like age range is like 12. مثلا 6th grade level. خب پس این کتاب به زبان انگلیسی آی تیک ایون دو که داستان ایون دو the title is kind of more related for Iran. Who did the animation? You know, the animation is just the cover art. So okay. For anyone who does the graphics, but it's got John. But کجا کتابش میشه خرید؟ You know, اتفاقا it's going to be on Amazon, self-published. So, I mean, that's interesting. Details to come. Yeah. My God, من گفتم یه مهمونی داریم که ماشاءالله 1000 تالنت داره. زیاد اگزاجریت نکردم. برافو. حالا دیگه اگه موافق باشین, we covered all those things, right? Yeah. حالا بریم سر مطلبی که واقعا بهانه امروز ما بوده از دعوت ایمان صدری به لطف فرد پروانه, و اون هم در مورد ایرانیان هریتیج نایت هست با کلیپرز و در استیپل سنتر. بسکتبال اگه علاقه مند هستین دیگه از الان به بعد خوب خوب گوش کنین به حرفای ایمان صدری. چه خبر, what's going on, این داستانش این پروژه چیه؟ تقریبا یه 6-7 ماه پیش بود, یا ممکنه یه سال قبل,
ایمان تلفن زد گفتش که کلیپر بهشون تلفن زده و میخوان که یه شب فقط ددیکیت بشه به ایرانیان امریکنز. و پرسید که من میتونم این پروگرام رو پروموت کنم. گفتم 100%. این به نظر من همچین چیزی ندیدم تو ایست کوست که 100% نبود. و یه شبیه که it's not political, it's not you know, geared to any with any type of agenda. It's simply to celebrate and announce our presence in this community. Beautiful. He's been instrumental in putting the whole thing together. Kudos to him, honestly. It's all his doing. He'll elaborate as to what the plans are and so forth, but I'm really grateful to the Clippers. Even though I'm a Boston Celtics. Don't say it loud. I get Clippers here, but no, but you know, to their credit, this is a great event, and I hope the Iranian community will come out and support us. The ticket prices are very cheap, and you get a commemorative T-shirt too, which Iman will talk us about. But it's a great event. I hope you guys come out. Mikey, واقعاً I can't wait. Yeah. من کلیپرز رو همین سیزن دیدمش و اصلا هم کلن بسکتبال رو دوست دارم. کلیپرز هم که they're doing so well. Yeah. My God. Yeah, یعنی absolutely. اصلا خودشون هم فکر کنم متعجب بودن دیروز که حرف زد گفت خب حالا داریم we're doing so well ولی حالا ببینیم چی میشه. بله. مثل که اونا هم به چشم عقیده دارن همچین گفت ولی ترسید چشش بزنن گفت ببینیم چی میشه دیشب تو مصاحبه. What's your connection with the Clippers? How did they meet you? Well, what's interesting, again, it's all for this blog. I wrote a blog about a year and a half ago, actually, maybe, yeah, it was last December that I went to a Clippers game and it was not sold out, and I just traded one of their stars, Blake Griffin, and Chris Paul was gone, and a couple of these other stars were, if I'm not mistaken, not there. And I said, man, these guys are losing their fan base. You know, maybe they should target the Iranian American market. You know, so I wrote a little blog, and I tweeted it, why the Clippers can increase their fan base by targeting the Iranian American market. Well, and then I tweeted it, and about 2 months later, I got an email from them saying that, oh, we read your article, we'd like to meet with you. And so I went there and met with one of their directors, Jenna, wow, who Fred knows, and I met with her, and then after that, Fred came on board, and you know, we've been trying to market it, and we really got to have people next few weeks buy tickets and make sure it becomes a fantastic, productive event. Fantastic. So ببینم تو این سالن به این بزرگی چقدر تیکت این برنامه داره. خب I'm sure که اون شب یه شب مسابقه کلیپرزه. بله. Against کی؟ جاز؟ یوتا جاز. یوتا جاز. اوکی. پس 10 اپریل که چهارشنبه هست اگه اشتباه نکنم. نه چهارشنبه شبه. اوکی. چهارشنبه شب 10 اپریل که کلیپرز against جاز یوتا جاز مسابقه دارن بسکتبال در استیپل سنتر، این برنامه قرار انجام بشه. سوال من این است که چقدر ایرانی قراره که، یعنی you're hoping or امید دارین که چقدر ایرانی اون شب تو اون برنامه باشه؟ در واقع the goal is at least 500 if we can. یعنی they've allocated. اون که چیزی نیست 500. الان تو برنامه اینجا دارن میبینن. بله. میشه so 500 if we can sell 500 tickets, that would be minimum, you know, a good result. I mean, you know, there's, you know, hundreds of thousands of Iranians in Southern California. Of so the course. More the merrier. They've set aside, they haven't mentioned how many they've set aside, but and they, because the Clippers, they're doing so well, Khoda Bazi might sell out, Fali. یه decent amount ticket گذاشتن برامون. تعدادش نمیدونم ولی حقیقتا باید اگه بتونیم مردم ایرانی یعنی همه کمیونیتی فعالیت بکنیم که این event بزرگتر بشه سال به سال که 3 سال دیگه بتونیم halftime show داشته باشیم. Sure. And we'll elaborate more on some of the details of the event but that we have this year, but we have to have a good turnout to for them to allow us to continue it. خب معلومه اگر که ببینن که واقعا ایرانی‌ها که اینجا هستن علاقه‌مندن دارن حمایت میکنن، خب مطمئنا این برنامه میتونه ادامه پیدا بکنه و به شکل بالاتر و بهتر و بزرگتری. اما خب برای اینکه فعلا ما بدونیم داریم الان میگیم 10 اپریل بیان به دیدن این مسابقه، الان اگه یه نفر داره نگاه میکنه میخواد ببینه که خب به عنوان ایرانی که میاد اونجا چه چیز اسپشیالی قراره باشه از اپوز که یه آمریکایی میاد اون شب اونجا میشینه. بله. What's the difference? So قبل از بازی از 5:30 به 7 شب تو سیتی ویو تراس در استیپل سنتر وی هاف ا ریسپشن بیفور ایت وی ار گوین تو هاف ا فیو های پروفایل پیپل دیر سم سورپرایز سلبریتیز اکچولی اند التیمیتلی دات 1 اور اند ا هاف از ا گود نتورکینگ ایونت اند ان ادیشن تو دات بی شات تیکت دیر کانسنتریتینگ اون سرتن سکشنز که همه دیر گوین تو بی کلوزر توگذر ولی سو یو گت ا گیم تیکت بعد از بازی هم
داریم کار میکنیم که بتونیم یه افتر ایونت داشته باشیم، ولی در همونجا یا نزدیک اونجا فکر میکنم فیگ هتل نیربای اگم ورکینگ اون دات اگم مرو میخوام بمونم میخوام اسکی میدل اوف دی ویک اس گوینگ بی ا لیتل بیت دیفیکولت ولی شاید مثلا 9 و نیم تا 10 تا 11 یه افتر ایونت باشه، ولی در واقع ایتس ریلی ان ایونت تو هلپ میگم از اول جست هلپ چینج ا پابلیک پرسپشن اف ایرانیانز. درست. خب انیوی من فکر میکنم که جنرالی که ایرانی ها خیلی مشتاق گیم بسکتبال و دیدنش هستن. منم که چندین بار رفتم به سیپل سنتر، حالا چه قبلا که لیکرز بودن چه الان که کلیپرزی شدم میرم اونجا، خب میبینم ایرانی ها رو قشنگ، یعنی میبینم. خب ایرانی هم همه همدیگر میشناسیم دیگه، من بارها شده حتی دوست آشناهامو دیدم اونجا. بنابراین خب ما که علاقمند هستیم، اگر که به طور دست جمعی یک شبی رو که الان ایمان جان براخره زحمت رو کشیده الان یک سال فرد اونجا هست، یه شبی رو برای این منظور آماده کردن، فکر میکنم خیلی جالب هست که همگی به عنوان یک نشون دادن یک اتحاد دست جمعی اونجا حضور داشته باشیم، چون تک و توک این ور 5 تا ایرونی میشینن اونور 4 تا شبای مختلف، که خب خیلی هم جالبه، ولی اگه اون شب همه باشیم خب یه درصد بالایی رو نشون میدیم و این خیلی جالبه و این کاریه که واقعا ایمان بهش ایمان داره و این کارو شروع کرده و اگه ساپورتش بکنیم در حقیقت به خودمون منفعت میکنم فیور دادیم، نه به کسی خاصی. اینی که فقط نشون میده که ماها که اینقدر میگیم بسکتبال دوست داریم و نگاه میکنیم و از بچه تا بزرگ، خب اون شب هم میتونیم همه دوره هم باشیم که دیگه در استیپل سنتر هم یه ایرانیان هریتیج نایت باشه و یه جستی هم بگیریم بگیم ما ایرانی ها امشب دوره هم جمع شدیم. ایمان جان این بلیط رو از کجا میتونیم بخریم؟ سو مردم باید برن clippers.com/Iranian promo code Persian and they get automatically discount and they get routed to a commemorative t-shirt that they get by event. The clippers.com/Iranian website ish in clippers am zahmet kashan ke in url درست کردن و اینا هم اتفاقا خودشون این تیشرت رو دیزاین کردن. براو دستشون درد نکنه. بعضی هم میپرسیدن که میشه فقط تیشرت رو بخریم و بهشون گفتم نه فقط تیشرت بخرم نه یارونشم نکنم چی کاری بکنیم، منم مخالفم. نه دیگه هرکی میاد میتونه تیشرت بگیره، اگه نمیاد دیگه اگه اجازه بدین تیشرت بش ندیم. تو واقعا تیشرت همون شب میگیرن very good. بله نیست که بهشون میفرسن. بله خب very good idea. حالا اگه موافق باشین اتاق فرمان اون کلیپ یوتیوب هم نشون بدین که کلیپرز داره بازی میکنه، همین اخیراً هم بوده، یه کمی مسابقه رو هم ببینیم که یه ذره ویگت هایپیس با هم نگاه میکنیم. Round pick of the Sixers traded to the Clippers, and that Tobias Harris there. There's Gallinari again, Scout. Yeah, you got to be selective with your help. Stance, length, and appropriate spacing. I've always thought he could defend. Smart. Off one leg. A little Dirk Nowitzki, yes. Gallinari guarded by Gordon Hayward. Gallinari driving, gets hit. No call, still gets the shot to go. Man, what a tough shot. Loses control, but Montrezl Harrell. Sizing up Aaron Baines, going right at him. Ooh, that's a sweet move by Harrell. You see how he started pretty far out, knocked down this shot, and get the team back on track. You don't make it all up in one shot, but you get the team back on track. Lou Williams making a living off that move right there. Big hand, and he's a good catch and finish guy. Celtics down by 8. Jaylen Brown hanging. I love that play from Brown. Celtics down 8. Kyrie driving to the lane against the young fella, still gets the layup to go. And Kyrie says, you know what, I'm going to get in the flow. Yeah, he says, forget that. Before whistle. No screens. No one set a screen. I'm going to come down. Down by 4. Kyrie in his bag, turns it over. Shamet has Zubac up high, and he throws it down. Zubac. He resets up top with Zubac. Rolling to the hole, Zubac, nice feed. Yeah, that's a tough position for Al Horford. Williams. He makes it look so easy. I know of a player that's better going to his left fading than Lou Williams. Kyrie for 3, answers back.
Big time answer. Under 30 to play here in the second quarter. Lou Wick using the screen. This is to Montrez. Montrez rolling and the foul. And there's Smart diving on the floor. Jalen, Eurostep layup. Beverly, seven on the shot clock, working on Morris, driving, layup, good, and a foul. Man, that's a big time play by Pat Beverly. I didn't think he had an angle to the basket. Have you played with a player like that, like in practice? Tony Allen. As Morris lays it up. When Tony Allen's locked in, it's ridiculous. That was fun. You didn't try to go one-on-one? Never, you didn't never. Try to put him in a blender or anything like that? خب قسمتی از این مسابقه هیجان انگیز رو با هم نگاه کردیم. I really can't wait برای چهارشنبه شب 10 اپریل. شب جالبی خواهد بود. من داشتم ایمان جان داشتم فکر می‌کردم که آیا توی این بسکتبال پلیرها ایرانی هم بوده؟ بله در این حد منظورم اینه ایرانی‌ها که بسکتبال بازی می‌کنن. در این حد do you know anyone? Fred, you want to answer that one? I forgot his name. I'm really but I know who you're talking about. Yeah, it's about Hamed Haddadi. That's right. That's right. Hamed Haddadi. Yes. And then they would always hog the ball and that's Yeah, no. Now, do you get to NBA nice and that fucking I think he's back in he plays for he was playing for the Iranian national team. There's another guy named Arsalan his last name skips my mind, but he was actually picked from Oregon. He was the last pick of the NBA draft several years back. You remember this guy? No. You hear about that? No, and for actually. Some reason, he didn't go to the NBA. I heard some rumors that he had to stay in Iran or something. I don't know. But the Iranian basketball team just qualified for the World Cup in China. So wow. They're going to well, be. That's good news. That's pretty cool. Yeah, so. That's good. But speaking of Haddadi, you know, it was a joke. I went to one of his games, and that they would say that he would not pass the ball. So that they would say, Haddadi, chera tupo nadadi. That was a good one. حالا من داشتم میگم الان با همین کاری که داری انجام میدی, who knows? الان وقتی که کلیپرز خب بدونن که ایرانی ها اینقدر بالاخره فنشونن و طرفدارشونن و هواخواهشونن, یه وقت اینجوری میتونه یه چانسی باشه که اگه یه ایرانی الان در این حد هست که میتونه اپلای بکنه, خب اینا همش میتونه یک برنامه ریزی باشه و راه ها هموار بشه به قول ایرانی هایی که میگن هونوز که اگه حالا مثلا بدونن ایرانی ها در این حد و اینقدر علاقه مندن, یه وقت هم یه نفر ایرانی رو بیارن تو تیمشون. فقط امیدوارم بعدن یادشون نره که کی باعث شد. منسجی, رایت؟ نه درسته, ولی اتفاقا نه. یعنی there is a possibility, نه? 100%, 100%. I mean, there's, besides soccer, obviously, you need, these kids can start playing basketball, and, you know, it's not just related to height, but, تو خود بسکتبال بازی می‌کنی؟ من I grew up playing basketball. آره الان اومدم بپرسم. Me too. Surprising. Yeah, there we should put a team together. من برای که ثابت کنم این انگشتم هم شکست تو بسکتبال وقتی بازی می‌کردم. اومدم توپو بهم پاس کردن بگیرم نگوشتم اول دوی برگشتم. تا چند هفته این بسته بودی. And if they don't want to get into basketball, then there's other routes. There's this kid Farbod Esnashari. I hate the name drop, but he's actually the Clippers media. He I posted about him. There's some of these guys in the NBA. There's a guy, Arash Merkazi, who writes for the LA Times. Arash, I used to talk to him. اون زمانی که رادیو بودم برنامه های سپورت رو. اتفاقا خیلی دوست دارم باش در تماس باشم. نمیدونستم. I kind of lost contact with him. ولی یادمی که در اون برنامه های رادیو با من بعضی مختار موقعی که مسابقات بود همکاری میکرد. So if they don't make it to the NBA, then they can at least, you know, maybe... There are other venues. Yeah. Absolutely. NBA media and on the side. Sure. خب حالا از اونجایی که وقت برنامه‌مون رو به پایان هست, فقط دوست دارم یک بار دیگه برای یادآوری به شما عزیزان علاقمند فقط این رو یادآور بشم که برنامه‌ای که ایمان صدری عزیز و فرد پروانه در RVU امروز حضور به هم رسوندن و در خدمتتون هستیم, در حقیقت واقعا بهانه بود برای اعلام این برنامه‌ای که میتونید برید بازی بسکتبال تیم کلیپرز رو اگینست یوتا جاز ببینید و الان پوسترش رو هم دارن نشون میدن که بدونید چه جور بلیط تهیه بکنید. همه این زحمات رو کشیدن بچه‌ها ایمان صدری و فرد پروانه که اون شب حضور خواهند داشت در این ایونت, به خاطر اینکه واقعا بتونیم نشون بدیم که ما ایرانی ها در
اینجا که زندگی میکنیم چقدر اهمیت میدیم به اتفاقاتی که در دور و برمون داره میفته در جامعه آمریکایی، کشور میزبان. دیگه مهمونی و میزبانی هم تموم شد دیگه، الان خیلی سال اینجاییم دیگه، یواش یواش کشور خودمون شده، آمریکایی‌ها رو فرستادیم ایالت دیگه، خودمون اینجا دوست دارم وقتی ایرانی‌ها به آمریکایی‌ها میگن خارجی، این خارجی‌ها، ولی نه واقعا این یه حقیقتیه. در حال اگر که هستید تو شهر رو علاقمند هستید، حتما پیشنهاد میکنم که 10 اپریل چهارشنبه شب بیاید به استیپل سنتر و اونجا بتونیم هم گیم رو ببینیم، هم قبلش میتونه هم یک برنامه نتورکینگ جالبی باشه، با هم آشنا بشین، سلبریتی ها هستن، منم خواهم بود، اینجا میایم در خدمتتون هستیم و به هر حال یه شب قشنگیه و همینجوری که گفتیم اینا همش بهانه هست برای فرست اف اول دور هم بودن، دوم اینی که نشون بدیم که جامعه ایرانی چقدر پشت هم هست، متحد هست و حضورش در جاهایی که غیر ایرانی ها هستن، برنامه های متعدد واقعا به چشم دیده میشه و قیمت های بیلیت ها هم خیلی ارزونه. آره گفت ایمان چقدر ارزونه، 20 دلار میتونید. مای گاد چرا انقدر ارزون انتخاب کردین برای ماشالله ایرانی ها که میتونن افورد کنن. نو I'm hoping there's still the $20 tickets ولی اینا پرومو گذاشتن و اتفاقا الان به قول سوژه جانم Clippers are doing very well. بازی مهمی هم خواهد بود اتفاقا برای پلی‌آف پوزیشنینگ. الان کلیپرز هفتمن و جاز هشتمن، سو اتفاقا بازی مهمی هم هست، 100% آخرین بازی رگولر سیزن NBA هم هست. سو دیر وی گو دیگه، یعنی همه دلایل هست که اون شب اونجا باشیم، رایت؟ بله. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه بالاخره من شما رو از نزدیک دیدم در این برنامه. ان شاءالله از این به بعد بیشتر با هم همکاری خواهیم داشت، حالا که شما هم خیلی کامنالیتی با من دارین تو چیزهای مختلف آرت و نمیدونم سلبریتی و هالیوودی و اینا، بیشتر شاید بتونیم با هم همکاری داشته باشیم. I would love to have you more back here, work together. فرد پروانه هم که he's like my buddy, he's here, he's promoting. واقعا هم قدرتو میدونیم فرد، برای اینکه همیشه برای کامیونیتی ایرانی آمریکایی زحمت میکشه بدون هیچ چشم داشتی، همیشه دوست داره موفقیت ایرانی ها رو ببینه و برای همین هست که I'm very close to him. He's a good friend of mine and I'm honored to have both of you on the show today. در ضمن هفته آینده نوروزه. بله، چهارشنبه هفته آینده 20 مارچ میدونید همه شما عزیزان که تحویل سال البته به وقت محلی لس آنجلس 2:58 دقیقه بعد از ظهر 20 مارچ خواهد بود. دیگه اگر در جاهای دیگه زندگی میکنید مطمئناً اون رو با هم تطبیق کنید. ساعت‌های مختلفی خواهد بود و واقعاً قشنگی این نوروز ما و تحویل سال این هست که نمره که کجای دنیا زندگی کنید همون لحظه جشن میگیرید، یعنی مثل سال به اصطلاح مسیحی نیست که یه جا 12 شب الان 3 ساعت بعد یه جای دیگه است 12 ساعت، همه هر جایی که هستیم همون موقع داریم سال رو با هم تحویل میکنیم. امیدوارم که نوروزتون به قول ما ایرانی ها پیروز باشه، انشالله که از سلامتی دل خوش خودتون عزیزانتون برخوردار باشید. تلویزیون اندیشه هم برنامه های نوروزی بسیار جالبی رو براتون دارن تهیه و تدارک میبینن با همکاران عزیزی که حضور خواهند داشت در سر سفره هفت سین و هنرمندانی که میتونن در این ایام حضور داشته باشن در هفت سین نوروزی تلویزیون اندیشه. دوست داریم که در کنارتون باشیم و سال رو با شما تحویل بکنیم و جشن بگیریم با امید پیروزی، سلامتی، دل خوش برای همه شما بیننده های خوب و عزیزم که در طول سال گذشته برنامه آرویو رو حمایت کردید، از تلفن‌های محبت آمیز همتون، از نظریاتتون بی نهایت سپاسگزار هستم. جا داره که از مدیریت تلویزیون اندیشه، همه همکارام، از اتاق فرمان که در سال گذشته با من در این شوی آرویو همکاری داشتن بی نهایت تشکر کنم. به همتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم پیشا پیش سال نو رو. از شما عزیزانم هم بی نهایت ممنونم، سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. بای دی وی یه دقیقه وقت داریم، شما چیکار می‌کنین سال نو؟ برنامه‌تون اتفاقا مامان اینا دارن میان از ساکرامنتو دیدن و با اونا هستیم. به به، پس مهمون دارین. بله بله. And I want to say thank you so much Suzy John for the invitation. My pleasure. It's an honor to be here. My pleasure. Really grateful for the time today. خیلی خوش آمدید. عید شما مبارک. عید شما مبارک. میایم ازتون عیدی میگیریم و عیدی میدیم به همه گی. درسته اینم یه رسم قشنگ ما ایرانی ها هست که معمولا هم اسکناس و پول نو هست. در حال خوب و خوش باشید تا برنامه های آینده، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. سال نو مبارک.